وزارت جنرال مارتین دمسی رئیس ستاد کل ارتش آمریکا بر بزرگترین مانور مشترک آمریکا و اسرائیل، مانور مقابله با تهدیدهای رژیم ایران. پاسدار وحیدی وزیر دفاع رژیم ایران: از جنگ گریزی نیست. این تصور که کسی فکر کند جنگی وجود ندارد تصور صحیحی نیست. طوفان سندی در سواحل شرقی آمریکا اعلام حالت فوق‌العاده، حدود 60 میلیون نفر تحت تاثیر این طوفان. هشت روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رقابت‌ها بسیار فشرده و نزدیک است. گزارشی از فرانسه 24. باراک اوباما و میت رامنی روزهای آینده را به سفر به ایالت‌های مختلف اختصاص دادند، اما به نظر می‌رسد که برخی ایالت‌ها توجه ویژه‌ای جلب کرده است. ایالت‌هایی مانند اوهایو، نوادا، فلوریدا، کلرادو و آیوا از جمله این ایالت‌ها هستند. علت این است که در ایالات متحده آرای اکثریت مردم تعیین کننده پیروزی نیست، بلکه پیروزی در مبارزه ایالت به ایالت به دست می آید. هر کدام از 50 ایالت به علاوه واشنگتن که پایتخت است، تعداد مشخصی رأی در کالج الکترال دارند که بر اساس جمعیت آنها می باشد. کالج الکترال یک شیوه رأی گیری است و نه نام یک کالج یا دانشگاه. اوهایو 18 رأی الکترال دارد که همه این آرا یک جا به برنده تعلق می گیرند. و همین جهت اوهایو و دیگر ایالت هایی که تحت عنوان ایالت های آزاد شناخته می شوند در انتخابات مهم ارزیابی می شوند. آنها به طور سنتی نه متعلق به دموکرات ها هستند و نه جمهوری خواهان و ممکن است آرای الکترال خود را به هر کدام از دو کاندیدا بدهند. ایالت های پرجمعیت دیگر مانند کالیفرنیا با 55 رأی الکترال به طور سنتی متعلق به دموکرات ها و تگزاس با 34 رأی الکترال متمایل به جمهوری خواهان هستند. کاندیدایی که بتواند 270 رأی الکترال را تصاحب کند برنده کاخ سفید خواهد بود. لذا نظرسنجی های ملی که اوباما و رامنی را شانه به شانه یکدیگر قرار داده به اندازه هر ایالات آزاد یا اصطلاحاً جبهه نبرد اهمیت ندارند. از این رو در حالی که مسابقه برای رفتن به کاخ سفید ادامه دارد، کاندیداها تمرکز اصلی تبلیغاتی خود را در این نوع ایالت باقی مانده خواهند گذاشت. Residents in those states can expect to see still more campaign dollars and time spent there as the race to the White House continues. حزب الله لبنان که تحت امر سپاه پاسداران است، حامی بشار اسد و همدست جنایت‌های آن علیه مردم سوریه است. گزارشی از شبکه جهانی بی بی سی. حزب الله لبنان حامی بشار اسد: نگرانی‌هایی وجود دارد که منازعه سوریه ممکن است به کشورهای همسایه آن نیز کشیده شود، در حالی که مقامات سوریه انکار می‌کنند که دخالتی در ماجرای خودروی انفجاری هفته گذشته در بیروت که در آن رئیس امنیت لبنان کشته شد داشتند. اما اسناد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد یک گروه حامی سوریه که در لبنان مستقر است، از جمله حزب الله، نیرو و سلاح برای حمایت از رژیم سوریه تأمین می‌کند. گزارشگر از دره بقا: حزب الله در لبنان بزرگترین پشتیبان رژیم سوریه می‌باشد. در این منطقه که مقر حزب الله است، وجود پوسترهای اسد یک امر معمول است. گرچه حزب الله می‌خواهد وانمود کند که بی‌طرف است، اما اسناد فزاینده‌ای حاکی است که این گروه به طور مستقیم در منازعه سوریه شرکت دارد. این تشییع جنازه علی فوزی است که یک فرمانده ارشد حزب الله بوده است که بنا به گزارشات در سوریه کشته شده است. آمریکا حزب الله را متهم کرده که آموزش نظامی، مشاورت و پشتیبانی نظامی برای رژیم سوریه فراهم می‌کند.
از طریق این صحراست که حزب الله افراد و سلاح را به داخل سوریه نفوذ می‌دهد. مخالفان سنی رژیم سوریه حزب الله را متهم به دست زدن به یک بازی خطرناک کرده‌اند. نبیل نیم روحانی سنی در طرابلس لبنان می‌گوید حزب الله در واقع در سوریه دخالت دارد و از رژیم اسد پشتیبانی می‌کند. این امر باعث می‌شود که بحران به لبنان کشیده شود. این چیزی است که در لبنان اتفاق افتاده است. حمله با خودروی بمب‌گذاری شده در هفته گذشته که باعث کشته شدن رئیس اطلاعات لبنان شد. در رخداد به طور وسیعی سوریه مقصر دانسته شده است. حزب الله یکی از چند گروهی است که به این منازعه کشیده شده که پیامدهای زیادی داشته است. ویندوز 8 طوری طراحی شده است که هم در پیسی کار کند و هم در تبلت با جزئیات بیشتری آشنا شوید. مایکروسافت میگوید ویندوز 8 یک تغییر بسیار بسیار رادیکال و کیفی در سیستم عامل 17 ساله مایکروسافت است. همچنین برای اولین بار مایکروسافت صفحه مانیتور لمسی را در اولویت قرار داده است. اما در این حال سیستم طوری ساخته شده که اگر کاربر بخواهد میتواند بلافاصله به کیبورد و موش تغییر جهت بدهد. بالمه رئیس مایکروسافت هنگام معرفی محصول جدید گفت ویندوز 8 کاتالیزوری به سوی عصر جدید در مایکروسافت است. هدف از ویندوز 8 این است که کمپانی مایکروسافت بتواند در کلیه تجهیزات کامپیوتری هم از PC، تلفن‌های هوشمند، تبلت و تلویزیون حضور فعال داشته باشد. بازاریابی مایکروسافت با 1 میلیارد دلار هزینه بازاریابی شروع خواهد شد. تلویزیون بلومبرگ گفت اگر این محصول مایکروسافت یک نقطه کیفی در بازار تکنولوژی ایجاد نکند، باید به طور قطع گفت که مایکروسافت از رقبایش همچون اپل، گوگل و آمازون عقب افتاده است و کامپیوترهای شخصی مایکروسافت در جهان تلفن‌های هوشمند، تبلت و سایر تجهیزات موبایل دیگر بی‌ربط شده و موضوعیت ندارد. و اگر هم بالمر رئیس مایکروسافت درست بگوید که سیستم عامل جدید ویندوز یک پدیده نوین است، در این صورت می‌توان گفت که مایکروسافت با قدرتی که در بازاریابی دارد هنوز می تواند در آینده کامپیوتر شکل های جدید ایجاد نماید. امنیت از عراق رخت بربسته است. این هم از سایه سر دولت نوری مالکی است. دامز و پک شاپس لایف این الاندلوس سکوئر. پدیده شوم خشونت‌ها که مردم عراق امیدوار بودند آن را پشت سر بگذارند، طی ماه‌های اخیر گسترش یافته است. روز 31 ژوئیه خونین‌ترین روز طی 2 سال گذشته بود. در میدان اندلس در قلب پایتخت، هرچند آثار انفجارها از بین رفته، ولی ترس از تکرار آن بسیار زنده است. حسن یکی از این قربانیان بود. برادر او هنوز نتوانسته این واقعه را پشت سر بگذارد. علاوه برادر مقتول می‌گوید برای خانواده‌ام و خودم فراموش کردن این واقعه بسیار مشکل است. هر بار صدای یک انفجار می‌شنویم یا حتی صدای ترکیدن یک تایر شنیده می‌شود، می‌ترسیم و خاطره گذشته دوباره زنده می‌شود. بسیاری دیگر نیز مانند علا روزانه با ترس و نگرانی از انفجار و کشته شدن زندگی می‌کنند. در خیابان‌های میدان اندلس هیچ کس احساس امنیت نمی‌کند. صلاح یک کارگر می‌گوید من احساس زندگی و زنده بودن نمی کنم. همیشه می ترسم یک لحظه دیگر بمبی منفجر شود. ما امنیت نداریم. امنیت از این کشور رفته است. حسن یک کارگر دیگر می گوید خانواده هم به من گفتن به بغداد نرو، ولی چاره ای ندارم. آنها از گرسنگی می میرن. بین سالهای 2006 و 2008 خشونت ها در عراق به اوج خود رسیده بود و هر ماه بیش از 1000 کشته می گرفت. اکنون هم بر طبق آمار از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 1800 نفر کشته شدند. هرچه بیشتر اوج میگیری و بالاتر و بالاتر میروی، بیشتر میفهمی که چقدر کوچک هستی. این اظهارات فلیکس بومگارتنر است. اولین انسانی که با ثبت 3 رکورد جهانی سقوط آزاد توانست دیوار صوتی را بشکند. فلیکس بومگارتنر
اتریشی 43 ساله است که در صحرای نیو مکزیکو مرزهای استقامت انسانی و علم را با شاهکار خود شکست. این کار او حدود 50 میلیون یورو هزینه در بر داشت. فیلیکس بومگاردنر در مصاحبه با یورونیوز در پاسخ به این سوال که در لحظه سقوط آزاد چه چیزی از ذهنتان گذشت میگوید: منظره غیر قابل تصوری بود، بسیار استثنایی و زیبا، اما مدت زمان زیادی نمیتوانید آنجا بایستید، چون به محض اینکه اتصال من با کپسول قطع شود از بطری های نجاتم فقط 10 دقیقه اکسیژن باقی میماند. و وقتی که شما اینجایید سریع متوجه می شوید که در یک جو وحشتناک قرار گرفتید. این معنایش این است که با سرعت باید پایین بروید. ما می دانستیم که من به چرخش در خواهم آمد، چون کاملا واضح بود که تقریبا هیچ هوایی وجود ندارد و فرد تقریبا در خلاء است. فقط سوال این بود که من چگونه به سرعت بتوانم این چرخش را کنترل کنم. می بایست تمام مهارت‌هایم را برای ثابت شدن به کار می گرفتم و من این کار را کردم. در پاسخ به این سوال که آیا زمانی که از دیوار صوتی گذشتید خودتان متوجه شدید؟ فیلیکس بومگارتنر گفت: وقتی از دیوار صوتی عبور کردم متوجه نشدم، برای اینکه اصلا معلوم نبود. به من گفته شده بود که امواج ضربه ای از لباسم رد می شود، ولی من چیزی حس نکردم. آن صدای مهیب ماورای صوت را هم نشنیدم. آنهایی که در زمین بودند صدای شکسته شدن دیوار صوتی را شنیده بودند. فیلیکس بومگارتنر افسود: در واقع این یک سقوط نمایشی نبود، بلکه یک چالش علمی بود. ما اطلاعات زیادی به دست آورده بودیم و با این کار به دنیا ثابت کردیم که سقوط ایمن از ارتفاع بالا امکان پذیر است. مصر پس از انقلاب دنبال بهبود شرایط اقتصادی است. موانع چیست؟ یکی از موانع رابطه مردم با بانک هاست. تنها 10% مصری ها حساب بانکی دارند. تحلیلگران می گویند دولت باید در سیستم بانکی اصلاحاتی ایجاد کند و بعد از مردم بخواهد پولشان را در بانک ها بگذارند. روان کریم یک طراح و متخصص تزیینات داخلی است. اما اگر می خواهید او را استخدام کنید باید به او پول نقد بدهید. او همه تبادلات مالی خود را نقد انجام می دهد. به رغم این که روان چندین سال است در این شغل کار می کند، حاضر نیست حساب بانکی داشته باشد. با وجود جمعیتی حدود 80 میلیون، مصر یک بازار خوب برای بانک هاست. ولی ارزش اصلی در اسکناس است و رهن هم تقریبا وجود ندارد. به همین خاطر عمده تبادلات جایی ثبت نمی شود. اما طی چند سال گذشته که بانک های بین المللی در مصر به رقابت برخواستند، بانک های محلی هم به فکر دادن خدمات افتادند. در مصر تقریبا 90% مردم پرداخت با اسکناس را به هر گونه تبادلات مالی ترجیح می دهند. در مصر حدود 400 میلیارد دلار خارج از چشم بانک ها تبادل می شود. لذا کارشناسان اقتصادی می گویند وارد کردن مصر به سیستم رسمی و قانونی می تواند سرمایه‌ای صدها برابر سرمایه گذاری و کمک های خارجی در کشور ایجاد کند. انقلاب در صنعت هواپیمایی، استفاده از سوخت کمتر و فرودگاه های کوچکتر. میزان مصرف سوخت هواپیماهای امروزی هنگام برخاستن از زمین بسیار بالاست. یکی از دلایل اوج گرفتن تدریجی هواپیماست. طبق پژوهش انجام شده توسط شرکت ایرباس، این مشکل در آینده میتواند برطرف شود. هواپیمای مسافربری با کمک یک سکو بر روی باند فرودگاه به جلو هل داده میشود. در نتیجه هم صعود سربالا و هم باندهای فرودگاه کوتاه‌تر می‌شوند. رئیس بخش مهندسی ایرباس می‌گوید
در برخواستن با کمک به صعود سربالا سعی می‌کنیم از نیروی هواپیما استفاده نکنیم، بلکه از انرژی زمین بهره ببریم. این انرژی را می‌توان از منابع بازیافتی به دست آورد تا هواپیما را به یک صعود سربالا سوق داد و زودتر به ارتفاع مورد نظر رسید. البته با مصرف کمتر سوخت، ایجاد صدای کمتر و مسافت خیزه کمتر. به این ترتیب فرودگاه‌ها در آینده کوچکتر خواهند شد. بنابراین برای قرار دادن هواپیما در مرحله صعود از انرژی بهترین استفاده را می‌کنیم. روش دیگری که می‌تواند به صرفه‌جویی در مصرف سوخت کمک کند، پرواز هواپیماهای جت به صورت گروهی و به شکل حرف وی است. به این صورت 10 تا 15% از مصرف سوخت کاسته خواهد شد. این تغییرات البته برای آینده نزدیک نیست. بر اساس پژوهش ایرباس، تحول در صنعت هواپیمایی در سال 2050 میلادی امکان پذیر خواهد بود. باراک اوباما در چند ایالت آمریکا وضعیت اضطراری اعلام کرد. وی گفت طوفان سندی شعاعی بسیار وسیع دارد و نباید آن را دست کم گرفت. مقام‌های محلی به ویژه در ایالت‌های نیویورک و نیوجرسی صدها هزار تن از ساکنان را به تخلیه خانه‌هایشان فراخواندند. گفته می‌شود که این طوفان زندگی حدود 60 میلیون نفر را در سواحل شرقی آمریکا تحت تأثیر قرار خواهد داد. بارش برف سنگین بسیاری از کشورها را فرا گرفته است. در مسکو پایتخت روسیه بسیاری راه‌ها بر اثر بارش سنگین برق مسدود شد. بارش سنگین برق در شرق فرانسه موجب قطع برق حدود 30,000 خانوار شد. در بندر مارسی واقع در جنوب فرانسه نیز وزش بادهای بسیار شدید به کشتی‌های پهلو گرفته در این بندر خساراتی را وارد آورد. سرعت وزش باد در مناطق جنوبی فرانسه تا 130 کیلومتر در ساعت تخمین زده شده است. حزب حاکم اوکراین میگوید در انتخابات پارلمانی پیروز شده است. پیروز شدیم. نیکولا آزاروف نخست وزیر اوکراین و ویکتوریا نکوویچ رئیس جمهور این کشور از اعضای اصلی و رهبران حزب حاکم موسوم به مناطق هستند. این حزب حامی اصلی سیاست‌های روسیه در اوکراین است. در ادامه هفته نهم از رقابت‌های فوتبال لیگ برتر اسپانیا لالیگا، رئال مادرید به دیدار مایورکا رفت و در یک بازی پرگل توانست با نتیجه 5-0 میزبان را مغلوب نماید. گل‌های این دیدار توسط کریستیانو رونالدو 2 بار، ایگوئین 2 بار و کای خون 1 بار وارد دروازه مایورکا شد. افشای جزئیات جدیدی از انفجار مجتمع نظامی یرموک متعلق به سپاه پاسداران در سودان. گروه آمریکایی ساتلایت سنتینل پروژه 6 گودی وسیع به قطر تقریبا 16 متر در یرموک ایجاد شده و یک انبار بزرگ 60 متری همراه با 40 محموله در بمباران هوایی از بین رفته است.